به نام خدا. سلام، بنده محمد پاکی هستم، دانش آموخته رشته موانس شیمی و با آموزش آشنایی با ماشین‌های شیمیایی یا به اختصار کمیکار از مجموعه آموزش‌های فرادرس خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که این آموزش هم مانند سایر آموزش‌های فرادرس بتونه براتون مفید باشه و بتونید ازش نهایت استفاده رو ببرید. در فصل اول این آموزش میایم یه مقدمه خیلی کوتاهی در مورد همین ماشین‌های شیمیایی و مسابقات کمیکار خدمتتون ارائه میدیم و بعد هم یه تاریخچه‌ای از این مسابقات رو با هم بررسی می‌کنیم. ایده اولیه این مسابقات از انجمن موانس شیمی آمریکا در سال 1990 میلادی ایجاد شد و اومدن یک کنگره‌ای که بود دوره هم تصمیم گرفتن که یه چالشی رو ایجاد بکنن، یه مسابقه رو ایجاد بکنن که دانشجویان و حتی اعضای هیئت علمی بتونن اون دانشی که دارن رو به صورت عملی برای ساخت یک ماشین شیمیایی استفاده بکنن که این ماشین شیمیایی حالا باید شرایط خاصی داشته باشه که در ادامه خدمتتون معرفی میشه و بیان افراد و محققین رو تشویق بکنن که بیان به سمت سوخت‌های پاک و در این مسابقات شرکت بکنن. در نهایت اولین دوره بین‌المللی این مسابقات در سال 2005 در اسکاتلند اجرا شد و استقبال خوبی هم ازش شده بود و اولین دوره ملیش هم در سال 1388 در تهران برگزار شد که حدود 50 تیم در اون شرکت داشتن و اونجا هم استقبال خیلی خوبی از این مسابقه به عمل اومد. همونطور که توضیح دادم ایده اولیه این بودش که دانش تئوری شما با کار عملی به هم پیوند بخورن و بتونید اون چیزی رو که روی کاغذ یاد گرفتید حالا بیایید روی یک ماشین شیمیایی اجرا بکنید و ببینید که چطور میشه اون دانش رو به کار عملی تبدیل کرد. هدف این هستش که شما بیایید یک ماشینی بسازید که با سوخت سبز، یعنی سوخت‌های پاک، غیر فسیلی، غیر باتری‌های قلیایی که موجود هستش، باتری صنعتی که موجود هستش، با سوختی مانند سوخت‌های سبز بتونید ماشینتون رو حرکت بدید در یک مسیر مشخص شده که البته اون ماشین حاوی یه مقداری آب یا به جاش یه مقداری وزن هستش که مشخص میشه براتون. علاوه بر وزن خود ماشین باید اون مقدار رو هم حمل بکنه و در اون مسیر حرکت بکنه و در این مسیر، یعنی مسیر طراحی تا ساخت ماشین، با چالش‌ها و مشکلات متعددی هم روبرو میشید، از جمله نیرو محرکه ماشین، سیستم ترمزش، سیستم الکتریکیش، اینکه بتونه وزن خاصی رو حمل بکنه، اینکه بتونید به صورت دقیق ماشین رو کنترل بکنید. اینا همه چالش‌هایی هستش که یه بخشش رو اینجا به صورت تئوری یاد میگیرید و اگر هم در این مسابقات شرکت بکنید به صورت عملی با یه سری از این چالش‌ها میتونید مواجه بشید و بخواید رفعشون. خود کمیکار در دو حوزه به طور کلی میتونیم بگیم که برگزار میشه. حوزه اولش که روز اول مسابقات هستش، حوزه پوستر هستش که یه پوستری با ابعاد تعیین شده میسازید و در اون مشخصات ماشینتون، واکنشاتون، سیستم انرژیتون یا حالا اون نیرو محرکه، سیستم ترمزتون، افرادی که در اون تیم هستن، اینا همه رو معرفی میکنید و در اون توضیح میدید. و در روز دوم افرادی که در بخش پوستر قبول شدن در کار عملی در دو مرحله عملی باید ماشینشون رو تست بکنن که این ماشین از نقطه شروع تا نقطه پایان که یک مسافت مشخصی هستش باید حرکت بکنه. خب این ماشین داره با نیروی محرکه شیمیایی و نیروی محرکه پاک حرکت میکنه و همراه خودش یه باری رو هم حمل میکنه که باز این هم طبق قرعه کشی مشخص میشه و در نقطه پایان فاصله ماشین شما تا نقطه پایان رو اندازه‌گیری میکنن و به عنوان معیاری برای امتیازدهی ازش استفاده میکنن. حالا قدر مطلقش هم هستش دیگه، ممکنه شما ماشینتون از این خط پایان عبور بکنه یه مقدار یا اینکه یه مقدار عقب‌تر وایسه. فاصله ماشینتون تا خط پایان رو به صورت قدر مطلق به عنوان معیاری برای امتیازدهی در نظر میگیرن. خب طبیعیه هر چقدر که ماشینتون به خط پایان نزدیکتر باشه شما امتیاز بالاتری رو دریافت میکنید. خب در این بخش میخوایم هدف مسابقات کمیکار رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم که چرا این مسابقات مهمن و هر ساله تعداد زیادی از دانشجوها، اعضای هیئت علمی، حتی تیم‌های دانش آموزی از طرف دانشگاه‌های مختلف، پژوهشگاه‌های مختلف و حتی مدارس به این مسابقات اعزام میشن و حتی تیم‌های دانشگاهی برای مسابقات بین‌المللی هم تلاش میکنن. خب اولین هدف این مسابقات این هستش که بیان و در زمینه سوخت‌های پاک تحقیق و توسعه انجام بشه. میدونیم که سوخت‌های فسیلی بالاخره محدودیت‌هایی برای ما دارن. نمیتونیم تا ابد از اونها استفاده بکنیم. علاوه بر اینکه این سوخت‌ها دارن باعث گرمایش زمین میشن، لایه اوزون رو دارن تهدید میکنن و مشکلات متعددی که وجود داره. پس نیاز هستش که بریم به سمت سوخت‌های پاک و سوخت‌های جایگزین که این مسابقات خودش میتونه یه ایده‌ای باشه برای اینکه محققین مختلف بیان سوخت‌های جایگزین رو پیدا بکنن و اگر پتانسیلش داشته باشه حتی ازش حمایت بشه و به این صورت محققین فعال در این زمینه رو ترغیب و تشویق میکنن. بنابراین اگر طرح مناسبی داشته باشن میتونن حمایت‌های لازم رو هم بگیرن. خب ساخت و طراحی سیستم‌های نوین یکی دیگه از این دلایل هستش. بعضاً سیستم‌های باتری و سیستم‌های ترمز شیمیایی ایجاد میشه که فوق‌العاده جدید هستن، ایده‌های فناورانه فوق‌العاده و خیلی خوبی دارن که ساخت و طراحی این سیستم‌ها در این مسابقات خیلی زیاد دیده شده و حالا در ادامه هم چند تا از این ایده‌ها رو در فصل‌های آینده با هم خواهیم. اولین چیزی هم که اشاره کردیم خب همین بود، ارتباط دانش تئوری و کار عملی که دانشجوها خیلی وقتا یه سری درس‌ها رو میخونن ولی نمیدونن چطور باید ازش استفاده بکنن. از جمله شیمی تجزیه و دروسی مشابه همین دروس که اینجا به دردشون میخوره و میبینن که چطور میتونن از اون دانشی که دارن در کار عملی استفاده بکنن. خب میدونیم همیشه یکی از چالش‌هایی که وجود داشته ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت بوده که اصول تئوری که ما داریم در دانشگاه در اصولی که در صنعت استفاده میشه خیلی با هم همخونی ندارن و این مسابقات کمک میکنه که دانشگاه و صنعت یه مقداری بهتر با هم کنار بیان، به هم پیوند بخورن و حتی همونطور که گفتیم از محققینی که در دانشگاه هستن توسط فعالان صنعتی حمایت بشه. و در این مسابقات همونطور که گفتیم ممکنه 50 60 تا تیم شرکت بکنه و هر کدوم از این تیم‌ها یه ایده‌ای پشت کارشون هستش و انتقال تجربه‌ای که بین این شرکت کننده‌ها هستش هر سال باعث بهبود تیم‌ها میشه. و یکی از نکات خیلی خوبی هم که وجود داره این هستش که نخبگان و اونهایی که حالا طرح خیلی خوبی دارن به مراکز صنعتی و پژوهشی معرفی میشن که بتونن اون طرح رو به خوبی پیاده بکنن. خب ما داریم در مورد یک مسابقه صحبت می‌کنیم و قطعاً این مسابقه یه سری قوانینی هم داره. یه سری قوانین کلی وجود داره، یه سری قوانین برای بخش عملکرد و یه سری قوانین هم برای بخش پسته. قوانین کلی به این صورت هستش که تنها رشته‌های مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، نفت و رشته‌های مشابه اینها میتونن در این مسابقات شرکت بکنن. نیرو محرکه‌ای که برای ماشین‌ها در نظر گرفته میشه و به همین صورت ترمزی که دارن باید یک واکنش شیمیایی و یک فرایند شیمیایی باشه و شما اجازه ندارید از باتری‌های صنعتی یا نیرومحرک‌های سوخت‌های فسیلی و از این قبیل موارد بخواید استفاده بکنید. سیستم ترمز شما هم نباید سیستمی باشه که به صورت مکانیکی تماماً مکانیکی باشه، مثل سیستم ترمز ماشین‌های معمولی که وجود داره و باید بر اساس یک واکنش شیمیایی یا یک فرایند شیمیایی اتفاق بیفته. همچنین شما اجازه ندارید از میکروکنترلرهایی استفاده کنید که بیان و مثلا مسافت رو اندازه‌گیری بکنن یا با توجه به سرعت ماشین بیان اون مدت زمان حرکت ماشین رو اندازه‌گیری بکنن و نسبت به این بیان ماشین رو متوقف بکنن. تمام اینها ممنوع هستش. همچنین نمیتونید از سیستم‌هایی استفاده کنید که مثلا یه حجم مشخصی از مایع رو تخلیه میکنن در طول مسیر و با توجه به این مسیری که طی میشه و با توجه به حجمی که داره تخلیه میشه ترمز ماشین فعال بشه. اینا همه غیر مجاز هستش که هر سال هم وقتی که اطلاعیه این مسابقات منتشر میشه خیلی کامل در مورد این موارد صحبت میشه. اعضای تیم شما چه به صورت دانشجویی باشه چه به صورت دانش آموزی بین 3 تا 7 نفر باید باشه و حتما هم یک سرپرست به عنوان یک هیئت علمی، یعنی یک کارمند هیئت علمی اون دانشگاه و اون پژوهشگاه باید همراه تیم باشه که با یک نامه‌ای از طرف دانشگاه این مورد تایید میشه که ایشون این فردی که همراهشون هست به عنوان سرپرست یکی از اعضای هیئت علمی ما هستش و سرپرستی تیم رو به عهده داره. خب میدونیم که رشته‌هایی که مجاز بودن رشته‌های شیمی، مهندسی شیمی بودن. اما جلوتر که میریم میبینیم که یه سری مواردی هستن که نیاز دارن مثلا یک مهندس برق همراهتون باشه که بتونید یک مدار الکتریکی رو ببندید، یک مدار کنترلی رو بخواید ببندید. برای همین بهتون اجازه میدن حداکثر یک نفر از سایر رشته‌ها رو هم در تیمتون داشته باشید که معمولا ترجیح میدن رشته‌های برق یا کامپیوتر و اون رشته‌هایی که با کنترلرها آشنایی دارن و با مدارهای منطقی یا مدارهای الکتریکی آشنایی دارن رو اضافه بکنن. همچنین شما میتونید حداکثر یک نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد یا دکترا رو هم از همون دانشگاه در تیمتون داشته باشید. البته دقت داشته باشید تیم‌های دانش آموزی یه مقداری متفاوت‌تر هستش و یه مقدار قوانین اعضای تیمیشون فرق می‌کنه. تمام تجهیزاتی که شما دارید و تمام قسمت‌های ماشینتون باید در یک جعبه‌ای و ابعاد 20x30x40 سانتیمتر جا بگیرید. در صورتی که ماشینتون بیش از حد بزرگ باشه و مشخص نباشه که این ماشین میتونه در این جعبه قرار بگیره یا نه، شما باید بتونید اجزای ماشینتون رو تک تک توی یک جعبه قرار بدید و برای داورا اثبات بکنید. نحوه امتیازدهی با توجه به اون فاصله‌ای که هستش تعیین میشه که ماشین شما کجا نسبت به خط پایان قرار گرفته و همچنین نحوه امتیازدهی در بخش پوستر با توجه به اینکه شما چقدر پوسترتون کامل باشه و اطلاعات کاملی رو قرار داده باشید مشخص میشه. همچنین میزان باری که قرار ماشین شما طی بکنه و مسافتی که قرار هست در روز مسابقه تمام ماشین ها طی بکنن به صورت قرعه کشی مشخص میشه. برای بار به این صورت هستش که شما وزن ماشین خالی یعنی بدون سوخت و سیال رو اعلام میکنید و همون روز مسابقه هم وزن کشی میشه و بین 20 تا 50% وزن ماشینتون به شما یک باری تعلق میگیره که حالا این بار بعضا به صورت مایع یعنی سیال آب هستش، بعضا هم به صورت یک وزنه فلزی هستش و اینو به ماشینتون متصل میکنید و ماشین شما باید این بار رو در اون مسافت مشخصی که تعیین میشه حرکت بده. خب مسافت برای تمام تیم ها ثابت هستش و به صورت قرعه کشی هستش، بین 12 تا 20 متر با گام های نیم متری قرعه کشی میشه و مشخص میشه که مثلا امروز تیم ها مسافت 15 متری رو قراره طی بکنن. و یه سری موارد ایمنی هم وجود داره که خیلی مهمه. شما نباید از واکنش‌های خطرناکی استفاده بکنید که باعث بشن یه سری گازهای سمی ایجاد بشن یا جت گاز داغ ایجاد بشه. جلوتر که میریم میبینیم یه سری از دستگاه‌ها و ماشین‌ها با نیرو محرکه گاز حرکت میکنن. اون گازی که ایجاد میشه نباید یک گاز داغ باشه. شعله نباید داشته باشه یا اگر هم داره شعله خطرناکی نباید باشه، واضح نباید باشه و از این قبیل موارد بسیار مهم. بخش بعدی قوانین مربوط به قوانین بخش عملکرد هستش. بخش عملکرد در دو مرحله انجام میشه که مرحله اولش قرعه کشی میشه، ترتیب تیم ها مشخص میشه، میان یک بار ماشینشون رو قرار میدن توی اون محوطه، حرکت میکنه، میره جلوتر تا یه جایی حرکت میکنه و میسته. بعدش در مرحله دوم با توجه به فاصله‌ای که از خط پایان داشتن تیم ها مجددا میان در بخش عملکرد دوباره مسابقه میدن و ماشینشون رو در ابتدای مسیر قرار میدن. به این صورت که بیشترین فاصله‌ای که بین یک ماشین تا خط پایان بوده اون تیم میشه تیم اولی که در بخش دوم بخش عملکرد حرکت میکنه و امتیاز هر بخش هم 50% امتیاز کل هستش. بنابراین خیلی مهمه که بتونید محاسباتتون رو خیلی دقیق داشته باشید، در همون بخش اول هم بتونید امتیاز بالایی داشته باشید. در صورتی که از منطقه مجازتون خارج بشید گروهتون کلا حذف میشه. اگر بین ساختاری که در پوستر معرفی کردید و ساختاری که واقعا دارید استفاده میکنید عدم هماهنگی وجود داشته باشه یا طراحیتون ناایمن باشه، ناامن باشه، شما از مسابقه حذف میشید. زمان آماده سازی تیم ها از وقتی که براشون مشخص میکنن که الان تیم مثلا شماره 1 قراره بیاد پشت خط شروع قرار بگیره حداکثر 2 دقیقه هستش. چون این زمان آماده سازی خیلی کوتاهه به تیم ها اجازه داده میشه که قبل از اینکه مسابقه شروع بشه سوختشون رو آماده بکنن، ولی در صورتی که هر کدوم از داورها ازتون بخواد که این سوخت رو همونجا تولید بکنید و طراحی بکنید باید بتونید این کار رو انجام بدید. در صورتی که بیش از 2 دقیقه طول بکشه که شما پشت خط شروع و خط آغاز مسابقه قرار بگیرید در 30 ثانیه اول که مشکلی نداره، اما بعد از 30 ثانیه برای شما یه سری جرایمی در نظر گرفته میشه. به این صورت هستش که به ازای هر دقیقه تأخیر شما 5 سانتی متر خطا در نظر گرفته میشه، یعنی شما فاصلتون از خط پایان هر چقدر که باشه 5 سانتی متر به ازای هر 1 دقیقه بهش اضافه میشه. حداقل سرعت ماشین شما هم باید 0.2 متر بر ثانیه باشه، یعنی 20 سانتی متر بر ثانیه بتونید حرکت بکنید. در صورتی که سرعت ماشین شما کمتر از 10 سانتی متر بر ثانیه باشه کلا حذف میشید و در صورتی که سرعت ماشینتون بین 10 تا 20 سانتی متر باشه به ازای هر 10 ثانیه 5 سانتی متر به فاصله شما و به اون فاصله مطلقتون از خط پایان اضافه میشه. مثلا به این صورت محاسبه میشه که شما ماشینتون باید 10 متر رو در طول 50 ثانیه طی بکنه. خب میان اینا اندازه‌گیری میکنن هر چقدر که شما ثانیه بیشتری رو نسبت به اون ثانیه 50 ثانیه‌ای طی کرده باشید و گذرونده باشید به صورت خطا براتون در نظر میگیرن. این هم شماتیکی از اون مسیری هستش که براتون در نظر میگیرن. اینجا خط شروع شما هستش، خط 12 متر و نهایتا خط 20 متر. در صورتی که از این خطوط خارج بشید خطاست. در صورتی که یه مقدار بعدتر از حالا 20 متر هم براتون محدوده امن قرار میدن. در صورتی که از این منطقه هم خارج بشید بازم خطاست و تیم شما حذف میشه. در بخش پوستر هم یه سری قوانین وجود داره که پوستر شما باید مقوایی یا کاغذی باشه، در ابعاد مشخص 80x100 سانتی متر، مشخصات کامل اعضا و سرپرست باید ذکر بشه داخلش، توضیحات کامل از نیرو محرکه و واکنش هایی که در اون وجود داره باید ذکر بشه، سیستم ترمزیتون باید کامل شرح داده بشه و نمودار عملکردیش مشخص بشه، جزئیات ایمنی از جمله MSDS هایی که مربوط به موادی هستش که دارید استفاده میکنید باید ذکر بشه، اجزای مختلف ماشینتون، محاسبات مهندسیتون که رو چه حسابی این سیستم داره حرکت میکنه و نیرو محرکش چه مقدار هستش، نیروی ترمزیش چه مقدار هست، همه اینها باید ذکر بشه، وزن ماشین به صورت دقیق باید ذکر بشه و هزینه هایی که برای طراحی و ساخت این ماشین اجرا شده و پرداخته شده. و در نهایت در 5 بخش رتبه بندی میشه که این بخش ها شامل پوستر میشن، بهترین پوسترها جایزه میگیرن، بخش عملکرد که در بخش عملکرد باید بهترین مسافت رو طی کنید، کمترین فاصله رو از خط پایان داشته باشید، در بخش ایده برتر که اگر یک نیرو محرکه خیلی خاصی رو ارائه بدید یا سیستم ترمز خیلی خاصی رو ارائه بدید به عنوان ایده‌های برتر شناخته میشین، در بخش دانش آموزی که خب تیم‌های دانش آموزی جایزه میگیرن و یه بخشی هم داره به اسم لیگ آزاد که این لیگ آزاد به این صورت هستش که شما توان سنجی می‌کنید ماشینی که ساختید رو و این توان سنجی هم به صورت وزن کشی هستش، میایید یک مسافتی بین 5 الی 15 متر رو انتخاب می‌کنید با یک وزن مشخصی از وزنه، مثلا میگید من 2.5 کیلوگرم وزنه رو به طول 6 متر ماشینم میتونه طی بکنه و در صورتی که ماشین شما بتونه اون مسافت رو طی بکنه بهتون امتیاز تعلق میگیره و میتونید برنده بشید. در صورتی که حتی 2 سانتی متر تا اون مسافت مشخص شده هم فاصله داشته باشید از اون بخش حذف میشید و امتیازی بهتون تعلق نمیگیره. از اونجایی که تمام مراحل ساخت ماشین با خود اعضای تیم هستش، باید بدونن که مکانیک ماشینشون باید به چه صورت باشه، اجزای ماشینشون چیا هستش و بتونن اینها رو طراحی کنن و کنار هم بچینن. در این فصل میایم به مکانیک ماشین میپردازیم و میبینیم که چطور میتونیم بدنه کلی و شاسی کلی ماشینمون رو طراحی بکنیم. اولین چیزی که بررسی میکنیم جنس مناسب بدنه هستش. چرا برامون مهمه که مواد مصرفی در بدنه چی باشه؟ به خاطر اینکه روی وزن ماشینمون تأثیر مستقیم داره. خب هر چقدر که ماشینمون سنگین‌تر باشه، روز وزن‌کشی وزنه سنگین‌تری بهمون می‌خوره، نیاز به نیرو محرکه قوی‌تر و موتورهای قوی‌تر داریم. پس هر چقدر که بتونیم این وزن رو بیاریم پایین‌تر، با یک موتور خیلی ساده و سبک هم میتونیم کل ماشین رو حرکت بدیم. بخش بعدیش بخش مقاومت و ایمنیش هستش. اون ماده‌ای که ما ازش استفاده می‌کنیم باید مقاومت کافی رو چه از لحاظ شیمیایی و چه از لحاظ فیزیکی داشته باشه، هم بتونه وزن اجزا رو تحمل بکنه، هم اگر نشتی مواد شیمیایی داشتیم یا اگر یک واکنشی داشتیم که گرمای زیادی تولید میکرد نسبت به این موارد ایمنی کافی و مقاومت رو داشته باشه. بخش بعدی شکل پذیری هستش. ما باید بتونیم اون قطعاتی که نیاز داریم رو به شکلی که میخوایم ایجاد بکنیم و کنار هم بذاریم. اگر برشکاری داشته باشیم، تراشکاری داشته باشیم، هر کدوم اینها رو که داشته باشیم باید بتونیم در اون ماده مصرفی ایجاد بکنیم و به بنبست نباید بخوریم. و مورد بعدی هم که قطعا روی ظاهر ماشینمون و زیبایی ماشینمون تاثیر میذاره. پس خیلی مهمه که ما بدونیم چه ماده‌ای رو باید استفاده کنیم. همونطور که ما برای یک قابلمه از پلاستیک استفاده نمی‌کنیم، باید بدونیم که توی ماشینمون هم از چه موادی میتونیم استفاده کنیم و از چه موادی نمیتونیم استفاده بکنیم. یکی از پرکاربردترین مواد در ساخت ماشین‌های شیمیایی چوب هستش. چوب سبک، راحت میتونید برشش بدید، میتونید شکلش بدید، قطعات مختلفی رو میتونید در سایزهای مختلف بسازید و به هم متصل بکنید. خیلی از هواپیماهای اسباب بازی و حتی پهپادهایی که ساخته میشه میتونه جنس چوبی داشته باشه. بسیاری از ماکت‌ها هم به همین صورت. ماده بعدی که وجود داره پلکسی گلس‌ها یا پلکسی‌ها هستن. این مواد یه جور پلاستیک هستن که در رنگ‌های مختلفی وجود دارن، کار باشون هم خیلی آسونه و زیبایی ظاهری خاص خودشون رو هم دارن چون میتونید در رنگ‌های مختلف ازشون استفاده بکنید. فقط موقع کار با این پلکسی‌گلس‌ها باید به 2 نکته دقت بکنید. یکی این که ضخامت این ورقه‌ها اگر کمتر از 5 میلیمتر یا نیم سانتی متر باشه میتونید از تیغ برش استفاده کنید برای اینکه بتونید برششون بدید و شکل‌های مختلف رو ایجاد بکنید. اما اگر یه مقداری ضخیم‌تر باشن و بیشتر از 5 میلیمتر باشه توصیه میشه که از ابزارهای برشکاری با سرعت پایین استفاده بکنید. برای خم کردن پلکسی ها هم میتونید از حرارت مستقیم استفاده بکنید، حالا چه از المنت ها چه از شعله. اون قسمتی که میخواید خم بکنید رو روی یک المنت حرارتی میگیرید، بعد از اینکه یه مقدار نرم شد اونو به راحتی خم میکنید. ماده پرکاربرد بعدی تفلون ها هستن. تفلون ها رو ما وقتی استفاده میکنیم که میخوایم یک قطعه رو خودمون تراش بدیم و در یک شکل خاصی بسازیم و تولیدش بکنیم. به خاطر اینکه تفلون میتونه خیلی قابل انعطاف باشه و خیلی راحت میتونیم برشش بدیم و تراشش بدیم، برای ساخت قطعاتی با شکل‌های خاص از تفلون استفاده می‌کنیم. قیمتش هم خب ارزونه و به صرفه هستش. به صورت استوانه‌ای و صفحه‌ای هم داخل بازار موجود هست و میتونید تهیه‌شون بکنید. ماده بعدی پلی‌کربنات. پلی‌کربنات ها وقتی که تولید شدن تونستن خیلی سریع حتی جایگزین شیشه‌ها بشن و حتی در ساخت شیشه‌های ماشین هم ازشون استفاده میشه. در رنگ‌های متنوع وجود دارن، بسیار بسیار زیبایی ظاهری خوب و رنگبندی متفاوتی دارن و در عین حال که سبکن بسیار مقاومن و بیش از 200 برابر قوی تر از شیشه هم‌ضخامت خودشون هستن. خیلی راحت اونها رو میتونید خم بکنید، برش بدید و فرم دلخواهتون رو ایجاد بکنید. از لحاظ حرارتی و شیمیایی هم بسیار مقاومن و میشه گفت حتی از لحاظ شیمیایی بسیار خنثی هستن و نسبت به خیلی از اسیدها، بازها و مواد شیمیایی پایداری خیلی خوبی دارن. اما همیشه برای ساخت یک ماشین و ساخت بدنه اون همیشه ممکنه به فلزات هم رو بیاریم. یکی از بهترین فلزاتی که میتونیم استفاده بکنیم آلومینیوم هستش. آلومینیوم از بین تمام فلزاتی که وجود داره بسیار بسیار سبکتره و مقاومت خیلی خوبی هم داره، چه از لحاظ شیمیایی، چه از لحاظ فیزیکی و از هر لحاظی که بتونید بررسیش بکنید. و شکل‌پذیری عالی هم داره، به راحتی میتونید برشش بدید، اون رو خم بکنید و اون شکل دلخواهتون رو ایجاد بکنید. فقط نکته‌ای که مهم هستش این هستش که اگر از آلومینیوم یا هر فلز دیگه‌ای در ساختار بدنتون استفاده می‌کنید، بهتره بین قطعات الکترونیکی و بدنه، چون رسانه هستش، یک صفحه‌ای از جنس پلاستیک یا یک پایه پلاستیکی قرار بدید که اتصال کوتاه ایجاد نشه. یکی از اجزای جدا نشدنی در ماشین‌های شیمیایی چرخ‌دنده‌ها هستند. چرخ‌دنده‌ها یه سری کاربردهای خاصی برای ما دارن که باعث میشن ما همیشه ازشون استفاده کنیم. یکیش اینه که میتونن سرعت و گشتاور یک موتور رو تغییر بدن. موتورتون داره با یک سرعت خاصی کار میکنه، یک گشتاور خاصی داره تولید میکنه، به کمک این چرخدنده ها میتونید سرعت و گشتاور رو که روی محورها اعمال میشه، روی چرخها اعمال میشه رو تغییر بده. مورد بعدی انتقال حرکت دورانی هستش که وقتی که داره اون موتور حرکت میکنه به صورت دورانی داره میچرخه، این حرکت دورانی رو میتونید منتقل بکنید. بعدش هماهنگسازی محوری هستش. چرخ جلو با چرخ عقب وقتی که دارن حرکت میکنن، محورهاشون با هم باید هماهنگ باشه. به کمک چرخ دنده ها میتونید این هماهنگسازی رو انجام بدید و این هماهنگی رو ایجاد بکنید. و مورد بعدی هم تغییر جهت چرخش هستش که حالا ما میخوایم اینها رو با هم بررسی بکنیم. در این شکل میتونیم سه تاشو با هم ببینیم. الان اینجا رو ببینید، ما این چرخ دنده آبی رنگو داریم که به صورت ساعتگرد داره حرکت میکنه. این فلش هایی که اینجا مشاهده میکنید جهت چرخش هست. به یک محور متصل هستش این چرخدنده و داره به صورت ساعتگرد حرکت می‌کنه. در تماس با این چرخدنده آبی پررنگ قرار داره که همونطور که می‌بینید دندونه‌هاشون با همدیگه در تماس هستن و حرکتی که اینجا داره اتفاق می‌افته به این چرخدنده منتقل میشه. متصل به این چرخدنده حالا پشت سرش یه چرخدنده دیگه همسایز با همین چرخدنده وجود داره. الان ما میبینیم که حرکت محوری روی این محور و روی این چرخدنده داره اتفاق میفته و موتور به اینجا متصل هستش. اما با چرخش این دوتا چرخدنده هم دارن میچرخن. بنابراین ما انتقال حرکت محوری رو داریم. مورد بعدی تغییر جهت چرخش هستش. ببینید این داره ساعتگرد میچرخه، ولی چون در تماس با این هستش، این یکی این کوچیکه و این بزرگه هر دو به صورت پاد ساعتگرد شروع میکنن به چرخیدن. پس تغییر جهت چرخش رو هم داریم. و مورد بعدی تغییر سرعت هستش. ببینید دندونه ها و شعاع این چرخدنده بسیار بزرگتر از این چرخدنده هستش. شاید اگر این چرخدنده یه دور کامل بزنه، این چرخدنده کوچیک مجبور باشه 2 دور یا 3 دور بزنه تا بتونه یک دور کامل این رو پوشش بده. بنابراین این چرخدنده با هر سرعتی حرکت بکنه، این چرخدنده با سرعت بیشتر داره حرکت میکنه که ما این رو به عنوان نسبت چرخدنده میشناسیمش. اگر این چرخدنده تقریبا شعاع 2 برابری داشته باشه، سرعت چرخش این هر چقدر باشه، سرعت چرخش چرخدنده کوچکتر تقریبا 2 برابرش هستش. اینو ما تو مسائل ریاضیاتی که توی دوران دبستان راهنمایی داشتیم میتونستیم ببینیمش. معمولا هم به این صورت مطرح میشد که ما یک ماشینی داریم که یکی از چرخ‌هاش شعاع بیشتری از اون یکی داره. الان اینجا میبینیم محیط چرخ بزرگمون 2 ضرب در عدد پی ضرب در 1 هستش، اما محیط چرخ کوچیکمون 2 ضرب در عدد پی ضرب در نیم هستش. بنابراین هر یک دوری که این چرخ بزنه، این چرخ 2 دور میزنه و این باعث میشه که ما بتونیم با نسبت چرخدنده ها بتونیم گشتاورها و سرعت ها رو تغییر بدیم. الان من اینجا میتونم یک موتوری رو متصل بکنم که سرعت خیلی زیادی داره ولی گشتاوری کمی داره، اما با اتصالش به این چرخدنده بزرگ گشتاوری افزایش پیدا میکنه. یا برعکس، من موتوری دارم که سرعت چرخشش کمه، با اتصال به این چرخدنده این سرعت چرخش رو بیشترش میکنم. خب چرخدنده ها رو وقتی میخوایم به هم متصل بکنیم ما 2 راه داریم. میتونیم بین این دو تا چرخدنده آبی رنگ که میخوایم به هم متصلشون بکنیم یه چرخدنده دیگه قرار بدیم. میتونیم از سیستم زنجیری استفاده بکنیم. مشکل این حالت چیه؟ مشکل این حالت اینه که سر و صدا زیاد میشه و اگر فاصله بین این دو تا محور زیاد باشه به تعداد زیادی چرخدنده نیاز دارید و باید حواستون به این مورد باشه که این چرخدنده ها خلاف جهت شروع نکنن بچرخن. الان این اگر به صورت ساعتگرد بچرخه، این پاد ساعتگرد میچرخه، این یکی هم ساعتگرد میچرخه، مشکلی نداره. اما اگر من 2 تا چرخدنده این وسط بذارم، اون موقع این 2 تا اصلا دارن خلاف جهت میچرخن که ممکنه مشکل ایجاد بکنه. پس به تعداد این چرخدنده ها باید دقت داشت و اینکه معمولا سر و صدا ایجاد میکنه تعداد زیاد چرخدنده. تعمیر و نگهداریش هم سخته. اما اگر به صورت زنجیر یا تسمه این 2 تا رو به هم متصل بکنم خیلی راحت، این اگر به صورت پاد ساعتگرد بچرخه، اینم به صورت پاد ساعتگرد میچرخه. پس این روش رو ما ترجیح میدیم. بخش بعدی انواع چرخدنده هاست. ما انواع و اقسام چرخدنده ها رو داریم که باید بدونیم کجا میتونیم از این چرخدنده ها استفاده بکنیم. اولین و متداول ترین نوع چرخدنده ها چرخدنده های ساده هستند. شکلشون دقیقاً همینطوریه که اینجا میبینید. همون حالت خورشیدی رو دارن که توی بسیاری از اسباب بازی ها میتونید اون چرخدنده های پلاستیکی سفید رنگ رو ببینید که دقیقاً به همین شکل هستن. خیلی سادهن، کاربردی در محورهای موازی هستن. ببینید محور اینها رو ببینید، با اینجا یه شفتی میله چیز متصل میشه دیگه. همه این محورها با هم موازی هستن. این اگر بچرخه حولش این یکی محور میچرخه، این یکی میچرخه، این یکی میچرخه. اما مشکلشون اینه که این دندونه هاشون چون خیلی صافن وقتی تو هم دیگه قفل میشن و حرکت میکنن سر و صدای خیلی زیادی ایجاد میکنن. برای همینه که توی جعبه دنده ماشین ها خیلی از این نوع چرخدنده استفاده نمیشه. به جاش برای اینکه اون مشکل رو رفع بکنیم میایم از چرخدنده های مارپیچ استفاده میکنیم. بدون صدا هستن این چرخدنده ها. چرا؟ چون دیگه اینجا رو ببینید، این قسمت حالا دندونه دارش مثل چرخدنده های قبلی صاف نیستش، بلکه به صورت شیبدار هستش و به صورت مارپیچی هستش. چون دنده ها به تدریج با هم دیگه تعامل پیدا میکنن و درگیر میشن، اون صدای حذف میشه و در جعبه دنده ها هم بسیار پرکاربرد هستن. حالا ما اگر این زاویه‌ای که بین این دنده ها هستش رو به خوبی بتونیم تنظیم بکنیم، میتونیم حالت خاصی ایجاد بکنیم که این چرخدنده بتونه تغییر محور چرخش بده. یعنی چی؟ الان این چرخدنده طلایی رو ببینید، محور چرخشش عمود بر صفحه هستش. خب این اگر بچرخه، این محوری که اینجا هستش تبدیل میشه به محور موازی صفحه و تغییر محور چرخش رو داریم. این یه حالت خاصش هست. البته ما برای اینکه بخوایم تغییر محور بدیم بهتره از این نوع چرخدنده که به عنوان چرخدنده مخروطی میشناسیمش استفاده بکنیم. برای تغییر محور هستش. ببینید الان موتور اگر به این چرخدنده متصل بشه، موتورتون مثلا به صورت افقی داره حرکت میکنه، اما نیرویی که روی این شافت داره پیاده میشه به صورت عمودی هستش. پس این چرخشه